خب رسیدیم به بخش هشتم گفتگوهای سرلشکر منصور قدر با آقای دکتر غلام رضا افخمی. این تاریخش از 30 آوریل و 4 می 1986، خیلی سال پیشه. از بزرگ شما اینجاست که آقای قدر یه اشاره میکنه به تشکیل سازمان عمل. این سازمان عمل وقتی هم پا گرفت ایشون میگه خیلی نیروی نظامی زبده ای از آب در اومد و در سال 1975 که سوریه و یاسر عرفات رهبر فلسطینی ها به قول معروف به قول ایشون دست به یقه شد، زد و خورد کردن در بیروت. سازمان عمل با تمام دوستی که با یاسر عرفات داشت در بس رفت و در اختیار حافظ اسد قرار گرفت. از بزرگ شما آقای قدر میگه که چون سید موسی صدر یا امام موسی صدر همیشه نسبت به قدر بدبین بود که نمیذاره که این روابطش با شاه خوب بشه و اینی که یه پولی 20 میلیون دلاری که وعده داده بودن به این بدن و در مجلس ایران هم در دوران آقای هویدا تصویب شده بود این پول رو بو جای محرمانه بدن. این بود که میگه در شرفیابی به اعلیحضرت گفتم که اجازه بدید ما به این سید یکم نزدیک بشیم ولی یه جورایی هم ازش تجلیل کنیم، که یعنی دلش به دست بیارن، چون داشت یه موقعیت خوبی در اون منطقه به دست می آورد. خیلی آدم خوشمشربی بود با گروه های مختلف. اما می گفت مسیحی از اینی که عمل شکل گرفت و نیروی زبده از آب در اومد اصلا راضی نبودن، نیروی مسیحی که در لبنان و منطقه بودن، و دعوتش کنه. البته این کار شد بعدن، این کار شد، یه بارم بردنش بلوشاه و اینها، یا قبل فکر میکنم قبل از این گفتگو کردیم راجع به این. و میگه سید موسی صدر به ما توصیه کرد چرا با حافظ اسد نزدیک نمیشید. اما شاه گفته بود که فرمودن ما از سید موسی صدر تجلیل بکنیم و عقلت رو گم کرده ای. یه شبکه اینا داشتن خیلی خوب نفوذ کرده بودن نسبتاً در سوریه که رئیس رکن دو بندر لازقیه رو که یه سرگردی بود توی اداره بیمه در اونجا کار میکرد بازنشسته شده بود، اینو با خودشون همراه میکنن و یه سرهنگی که کرد بوده راجب شبکه هاشون که در سوریه به راه انداخته بودن، تماسایی که گرفته بودن موفق شده بودن که جاهای خوبی نفوذ بکنن. الان هم که شما میبینید جمهوری اسلامی خیلی بهتر و بیشتر اون نفوذ اونجا داره. میگه انگامی که اون سه جزیره رو ایران گرفت، خب ظاهرا کشورهای عربی خیلی هاشون اعتراض کردن، یعنی پس از استقلال بحرین و خروج انگلیس ها. اینجا میگه که میگه رفتم به سوریه با حافظ اسد ملاقات کردم، حافظ اسد بلند شد عیناً و دستش رو از روی میز دراز کرد، گفت فرض کنید که این میز عراق و ما از بالای عراق به هم دست میدیم. خب راست میگه، سوریه سمت غرب عراق بود و ایران سمت شرق عراق بود. خب این بین ایران و سوریه این حائل بود دیگه. چرا ما رابطه ای با هم نداشته باشیم؟ اعلی حضرت نباید انتظار داشته باشد که من بیایم در بالکن قصر ضیافه و بگویم اعلی حضرت بسیار کار خوبی کردید که سه جزیره توم با ابو موسی را گرفتید و این را من نمیتوانم بگویم، ولی گرفتید و مال شما است. این به طور غیر مستقیم این رو تایید میکرد. از تماسای امام موسی صدر با آمریکایی‌ها میگه که این نوارش هم ضبط شده بود و اینها. این به هر حال
خیلی این ور اون ور ارتباط داشته. حتی رفته بوده سعودی یه نطق عجیب هم کرده که اینو میان به اینا میگن، میگه من امام موسی صاحب رفته اونجا، میگه به اینجا آمدم، اینجا مرکز خلافت بود و اینجا ابوبکر بود خلیفه اول ما مسلمین. او به عنوان شیعه نمیتواند بگوید خلیفه اول ما مسلمین. از ملک خالد خیلی تجلیل کرد. راست میگه دیگه، شیعه اینا معتقدن که حضرت علی بوده نه ابوبکر. ببین این چه عقوازی بوده که هر جا میرفته بالاخره این حساب کتاباشو داشته. و اینم تا آخر این برنامه تقریبا، برنامه آینده اصلا تا آخر این گفتگو، چون یه مسئله بسیار مهمی بود امام موسی صدر در منطقه و حتی در مورد اینی که جونش در خطره، میگه که شاه جایی صحبت میکنه که این ارتباطاتی داشت با اون سرنگ قذافی، معمر قذافی، کلنل قذافی و همینطور با سوریه، خیلی با خیلی آمریکایی ها. یه صحبتی میشه وقتی که میگه، شاه یه دفعه توجهش جلب میکنه، میگه که ارتباطاتی که آخونده اونجا داشتن و حتی حافظ اسد قول میده، میگه آقا اینایی که جمع شده، همه آخوندهایی که با ایران رابطه داشتن ها، یعنی آخوندهایی که ایرانی بودن در سوریه بودن، و خیلی جالبه میگه که ما تمام اینا رو حاضریم بگیریم حافظ اسد و تحویل شما بدیم و بساط اینا رو که گویا در لازقیه بودن و یک جای دیگه که الانم اسمش خیلی سر زبون هاست تو این جنگ داخلی، دنبال اون دارم میگردم. و این آقا سیدم میگه ما به شما میتونیم کمک بکنیم ولی شما به ما کمک کنید، شما عواملی در کربلا و نجف دارید، میدانیم شما مسیر تسلیحاتی داریم و ما راه نداریم به کردهای شمال عراق اسلحه برسانیم، به ما اجازه بدین اسلحه بفرستیم به خرمشهر از طریق ایران ببرن به کردستان، چون اونم از کردها سوء استفاده میکرد. زینبیه رو میگه، میگه علازت خودشون میدانن ما در زینبی در زینبی را میبندیم و تمام این آخوندها رو میگیریم و تمام این نوارها رو جمع میکنیم و سید موسی صدر هم در اول تابستان در صحنه سیاست لبنان نخواهد بود. این میگه یعنی چی؟ بعد میگه مبهم جواب داد، ولی به شاه که میگه، شاه یه دفعه میگه که میخوان اینو ترتیبش بدن و میگه آخر سر به من گفتش که به یک نحوی به این سید احمق حالی کن، که این جمله بود که فرمودن و از عواطف، یعنی میخوان بکشنده ترتیب تو بدن، که همون هم شد. یعنی شاه از این مذاکره بین قدر و چیز حافظ اسد اینو فهمید. این خیلی جالبه، این نوار رو گوش کنید و این از اون نوار جالبه و تا برنامه بعدی در مورد بخش دیگرش. آقای قدر بعد عرض کنم که مسیحا متوجه شدند که این سید سر ناکولا گذاشته و از اون طرف با سنی ها در ارتباط، در صد که باز هم اشتباه می کردن، با سنی ها باز هم در ارتباط بود، البته با صاحب سرانه تماس گرفت بود، ولی تماس اصلیش با حافظ اسد بود، با فلسطینی ها بود، با قطافی بود و از اونها از یکی پول می گرفت، از یکی کمک های تسلیحاتی و سیاسی می گرفت و از یکی کمک های تعلیماتی. این سازمان نوز گرفت به طوری که یک واحد نظامی زبده از آب در اومد و در زمانی که در سال 1975 که سوریه با یاسر عرفات دست به اخه شد و زد و خورد با هم کردند و اینا در بیروت، سازمان عمل با تمام دوستی که با یاسر عرفات داشت در بس رفت در اختیار حافظ اسد و با کمک حافظ اسد با فلسطینی ها جنگید. با فلسطینی ها جنگید در این موقع، خب دوستیش هم به مارونیت ها نشون داد، که یعنی
ما ترک دوستی با شما نکردیم، ما گروه سنی نیستیم، ولی این کار به خاطر مسیحیای ما رو نیت نکرد، بلکه به خاطر حافظ اسد کرد. رابطه حافظ اسد روز به روز با این توسعه پیدا میکرد تا یه روزی که روابط ما با سید موسی یواش یواش بهتر شد مجددن. یعنی تلاشی که ما میکردیم که این سید رو نزدیک بکنیم و در شرفیابی هم از حضور اعلیحضرت استدعا میکردم که اجازه بدن که این سید رو بابش نزدیک بشیم، ولی همیشه با مخالفت شدید اعلیحضرت مواجه میشدیم و حتی یه دفعه عرض کردم که اجازه فرم به یه نحوی از این تشکیل بکنیم، دعوتش بکنیم. فرمودن ما از سید موسی صد تشکیل بکنیم، عقلتو گم کردی. دیگه دیدم هیچ جایی این که چیزی دیگر عرض بکنم نبود و حرفی نزدم، یعنی این که نتونستم نظر اعلیحضرت رو برگردونم، ولی خب همیشه جلوی صحنه من بودم. سید موسی صد خیال میکرد که من نمیذارم که این رابطهش با ایران برقرار بشه و ولی همین نزدیکی هایی که با سید موسی صد پیدا کردیم، در یک جلسات گفت آقا شما چرا با حافظ اسد دوستی نمی کنید؟ این هم ضد عراق، عراق هم خط دشمن ایرانه فلانه. حالا تو زمین صحبت ها به عرض رسید و توجهی نشد بشه تا یکی از شرفیابی خودم رفتم تهران و به عرض رسوندم که روی حافظ اسد به درد ما میخوره، ما از حافظ اسد میتونیم استفاده بکنیم، حافظ اسد کمونیست نیست، از روسا استفاده میکنه برای اینکه راه استفاده دیگری نداره در مقابل اسرائیل. و اعلیحضرت با سیاست خاصی که در مورد فلسطینی ها و عربستان سعودی اینها دارن، حافظ اسد رو بهش مراعاتی بکنن. فرمودن که خودت معتقدی به این حافظ اسد به درد خوره؟ عرض کردم که ممکنه که منافع و مسائل خودش همیشه در نظر بگیره، ولی از نظر ما، ما یک استفاده میتونیم از این بکنیم، کما این که در موقعی که من در اردن بودم که رابطه میخواست با سوریه برقرار بشه، حافظ اسد پیغام داد که بیا به دیدن من. چون با حافظ اسد من از زمان سربانیش دوست بودم و اولم مثل این که به عرض رسوندم که حافظ اسد چطور روی کار آمد. این سروان بود و همسایه من بود و در دمشق و سروان نیروی هوایی بود. یه روز که من از اتومبیل در اومدم بیرون، من باید کامانکار رو من زد بود کن بیرون بعد این پایین رو خیلی اظهار تأسف کرد با زبان عربی و گفتم اشکال نداره بود تو میدن بیمه است و با هم دوست شدیم. حتی خب اونا خیلی محدود بودن، دوستی ما نمیتونست از یه حدود تجاوز بکنه، ولی ما گاهی با این خوشبشی میکردیم، حرفی میزدیم اینها و گویی که خیلی باهوشتر از این بود که چیزی پس بده، ولی در هر صورت این آشنایی بود تا اینکه این زد. یه مرتبه با اون امین حافظ دار دسته اونو کودتا کردن، یه مرتبه درجه سربانی شد، سرلشکر شد، وزیر دفاع. اونو صلاح جدید هم شده، دو تا سروان بوده، یک سروان صلاح جدید بود، یکی سروان حافظ اسد بود. دو تا سروان ها هر دو شدن سرلشکر، یک شد رئیس ستاد ارتش، شد وزیر دفاع. امین حافظ هم سرهنگ بود، شد رئیس جمهور. بعدن این دو تا با هم دست به یکی کردند و کودتا کردن علیه چیز امین حافظ و عطاسیر گذاشتن رئیس جمهور، که خودشون عطاسی غیر نظامی بود و فرد تحصیل کرده بود و میخواست یه سیستم دموکراسی به وجود بیاره که اینها بعد از یه مدتی بینشون بین حافظ اسد و صلاح جلیل هم اختلاف افتاد و با هم دشمن شدن. در جنگ های اردن این یه مرتبه با آمد طرف، یعنی مخالفت کرد با تصمیمات عطاسی و نیرو هوایی و شرکت نداد در عملیات و منجر به شکست سوریه در اردن شد که قبلا اشاره کردیم و بعد هم کودتا کرد و رئیس جمهور شد. پیغام داد که
به وسیله. و در این خلال هم ما یه شبکه‌ای در اونجا داشتیم که این شبکه لو رفت در دمشق. موقعی که بنده تحویل دادم از سواک رفتم، تحویل دادم به نفر بعدی و رفتم به لبنان، این شبکه‌ای که در اونجا داشتیم، یکی از شبکه‌هامون که رئیس رکن دوی بندر لازقیه رئیسش بود، سرگردی بود و توی اداره بیمه در اونجا کار میکرد، بازنشسته شده بود، اومده بود اونجا و ما این رو به وسیله اون شبکه تشکیل دادیم. یه سرهنگ دیگری هم به نام کرد، این سرهنگ کردی بود به نام کمال خان که اونم داخل این شبکه بود و ظاهرا در اثر بی‌نظمی ما اینا نمیبایستی مامورین یا سرمامور با مامورین اصولا تماس بگیره، بایستی همیشه از اون دد لتر باکس ارتباط باشه که هیچ وقت نه همدیگر نبینن. خب این مامور خواسته بره تفریح هم بکنه، اینا هم وسیله تفریحاتی فراهم میکنن، شما هم میرفته کابارو و فلان، نه این توجه مقامات سوری جلب میکنه که یه دبیر دوم سفارت از لبنان هی میاد اینجا با این ملاقات میکنه، با یکی دو نفر میره شبا با هم اندو هفته یکی دو مرتبه میاد، اینها با اون سرهنگی که بیشتر از همه در تماس بود سرهنگر میگیرن، سرهنگر میگیرن، اون سرگرد فرار میکنه پاریس، سرهنگر میگیرند و یکی اون پسر آیت الله ناینی میگیرند و که اونم یکی دیگر بود و شیخ محمد الخطیب هم که معاون وزارت اوقاف بود اونم گرفت. ولی این شیخ محمد الخطیب بسیار نزدیک و هم فامیل بود هم بسیار دوست بود با حافظ اسد. ولی این زمان عطاسی اتفاق افتاده که نتونست حافظ اسد کمکی به این بکنه. حافظ اسد که افتاد فوراً عفو صادر شد و این شیخ محمد الخطیب بخشیدنش و شد وزیر اوقاف. یعنی حافظ اسد که رئیس جمهور شد. حافظ اسد که رئیس جمهور شد این رو بخشید و حافظ شیخ محمد خطیب که در اردن پناهنده شده بود و محکوم به حبس ابد شده بود قرقابی، حتی اینا همه محکوم به حبس ابد شدن، هم اون کمال خان و هم اون آیت الله ناینی، پسر آیت الله ناینی و خطیب. حالا خطیب هم واقعا در این شبکه بود؟ بله، اصلا کامل اصلیمون اون بود، اصلا ما هدفمون بیشتر این سرهنگی بود و خطیب. آیت الله ناینی، پسر آیت الله ناینی در اثر مغازه داشت در اونجا و در حقیقت ما از اون به عنوان دلتر باکس استفاده می کردیم و بعد اون سرگردم که عامل استخدام بود فرار کرد، رفت به سوئیس و به فرانسه و به پاریس و دست اینا در رن. و ما خیلی تلاش کردیم که اون سرهنگر از زندان در بیاریم ولی تا هیچ وقت موفق نشدیم. و ولی ناینی رو چون واقعا مشکلی برای ما به وجود آورد بود بین روحانیون، ترتیبی دادیم که وادار کردیم سوریا رو ما پس بدن، یعنی به این ترتیب که برادرزاده چیز وزیر خارجهشون بیتار آمده بود به تهران، صلاح بیتار برادرزادهش آمده بود به تهران و این رو در فرودگاه تهران به عنوان این که مواد مخدره داشت گرفتند و فورا دادگاه و محکوم به اعدام و به درجه تخفیف، اون موقعی بود که راجع به مواد مخدره خیلی شدت عمل نشون میدادن، به درجه تخفیف محکوم به حبس ابد شد و به استناد این مقامات سوی دست پا افتادن که هم چیز ممکن نیست فلان، گفتم خب ممکن نیست، ممکن شده. و بعد از دو سه ماه گفتیم ما حاضریم تبادل بکنیم، مبادله بکنیم، ناینی رو به دیدن پس میدیم. آقای آشتیانی اون موقع در لبنان بودند و مأمور این تبادل شدند و سوری ها اون آوردن به لبنان، ما اون آوردیم فرودگاه لبنان، دو تایی در فرودگاه بیروت چیز کردیم، از شر این روحانیون ناینی راحت شدیم. ولی اون سرهنگ موند در زندان تا موقعی که ما بودیم
زندان بود و البته ما خانوادش رو از هر نظر منتقل کردیم به لبنان رو بشون میرسیدیم و شیخ محمد خطیب رو حافظ اسد فرستاد که ما باید با هم رابطه برقرار بکنیم. بعد اون موقع سفیر بودم در اردن، رفتم به سوریه با حافظ اسد ملاقات کردم و حافظ اسد بلند شد عیناً این رو بلند شد دستش از رومی دراز کرد گفت ما چرا فرض کنید این میز عراق، ما از بالای عراق به هم دست میدیم، چرا ما رابطه با هم نداشته باشیم؟ اعلیحضرت نباید انتظار داشته باشند که من بیام در بالکن قصر ضیافه و بگم اعلیحضرت بسیار کار خوبی کردن، سطح جزیره توم با ابو موسا و اینها رو گرفتن. من این نمیتونم بگم، ولی گرفتید مال شماست، من کاری این کارا ندارم، هرچند روزنامه ها نیستن گوش ندید. اینو به عرض رسوندیم و اعلیحضرت ترتیبی دادن و بالاخره رابطه برقرار شد و سفیر فرستاده شد. این رابطه ما با حافظ اسد همیشه برقرار بود. راستی اولین سفیری که علی زمان رفت یادتون میاد کی بود؟ ما بعد فکر کنم آقای پورسرتی بود. پورسرتی بود بله. اون رفت ولی اعلیحضرت هم فرمودن که هم کارهای ارتباطی بالا با حافظ اسد از نظر امنیتی فلان ها کماکان رابط من بودم و همیشه میرفتم اونجا ملاقات میکردم. حالا شما در لبنان؟ بعد سفیر شدم حالا در لبنان و بعد اعلیحضرت رسوندم که این حافظ اسد به درد خوره، این با اون داستان دست دادن روی عراق رو بجدن برای عرضشون رسوندم، یادآوری کردم که اظهارات این موجب شد که رابطه برقرار شد. حضرت فرمودن بر خاطر دارم فلان ها و منجر شد به دعوت از حافظ اسد با خانومش. از من سوال کردن که ما چطوری، گفتم والا حضرت همیشه با شهبانو تشریف میانند، شما هم اگه با خانومتون برین خیلی خوبه، که برای اولین مرتبه در تاریخ رهبران عرب سوریه و عرض کنم مصر و اینا سوریه و سعودی و اینها، این با خانمش بلند شد رفت تهران که هیچ وقت در مراسم داخلی با زنش نمی رفت بیرون، با خانمش اومد به تهران و فعال از هم عنایت کردن، بهش کمک مالی کردن اینها. تا موقعی که سید موسی صدر در لبنان برای اینها، یعنی اینها از دست سید موسی صدر خسته شده بودن، سید موسی صدر آدم جاه طلب و حاضر نبود که خود دنبال رئیس جمهوری لبنان بود، میخواست رئیس جمهور بشه و لبنانی ها سوری ها نمیخواستن در لبنان بلوا به پا بکنن، سوری ها تا این حد میخوان که لبنان زیر نفوذشون باشه. حالت لازم در اینجا بگم که سوری ها هیچ وقت لبنان رو به رسمیت نشناختند، سفارت هم هیچ وقت ندارن، نه سفارت در دمشق هست نه سفارت در بیروت هست، اینا فقط کارت میگیرن رد میکنن از مرز، برای اینکه معتقدن اون شاماته و ولی خب در این حال هم نمیخواستن که بحرانی به وجود بیاد. از طرف دیگه از تماسهایی که سید موسی صدر با امریکایی ها داشت و گاهی هم با ایران میگرفت و با سعودی ها داشت، به خصوص حتی رفت در سعودی نطق عجیب و غریبی کرد که ما نوارش ضبط کرده بود این رو بر علیه استفاده میکردیم، گفتش که من در اینجا آمدم، اینجا مرکز خلافت، اینجا ابو بکر بود خلیفه اول ما مسلمی، این به عنوان شیعه نمیتونه بگه خلیفه اول ما مسلمین فلان ها، از ملک خالد خیلی تجلیل کرد و فلان ها که این نوارش را از دستانند که پخش کنه توی شیعه ها. بعد یه عکس دیگری هم رفته بود در واتیکان گرفته بود، زیر اون صلیب ایستاده بود، اماش از سرش برداشته بود، میگفتش حتی خب بسیار نطق روشن فکرانه و خیلی صحیحی هم به نظر من بود، گفت ما خدا پرست ها باید در مقابل مخالفین دین و مذهب با هم متحد بشیم، حرف حسابی بود دیگه. و
معنی نداره که به عنوان مسیحیت شیعه سنی یهودی اختلافاتی به وجود بیاد. با صهیونیسم ما مخالفیم، ولی با مذاهب باید با هم متحد بشن علیه کفر و بیدینی. که این عکس اینم زیر اون صلیب برداشته بودن و اونم استفاده شد بین روحانیون. ولی خب سید موسی خیلی قوی تر از این بود که این چیزها بتونه اینا رو بزنه، حتی سوریا نمیتونستن بزننش و سوریا به جایی رسید که دیدن دیگه این مزاحمه. یه روز من دیدم اون سرگردی که رابط بود بابا با رفعت اسد، برادر حافظ اسد که رئیس قسمت های امنیتی سوریه بود، آمد که سیادت رئیس میخواد شما رو بود، اونا به رئیس جمهور شما سیادت رئیس. گفتم که آخه ما حالا دیگه سفیر داریم، مگر اینکه کار چیز باشه؟ گفتن همون کارهایی که مربوط به خود شماست. و هم بلنشتن رفتم به دمشق و رفتم با اول رفعت اسد ملاقات کرد. رفعت اسد نشست خیلی از این ور از اون ور صحبت کرد، ولی وارد اصل مطلب نشد که چی میخواد. ربنم وضعش این طوره، نمیدونم، سیدم نمیتونه، همش دنبال جاه طلبی های خودش هست و فلان اینها و عراق هم اون وضعیت داره. اونا گوشه کنایه میزد که من میدونستم صحبتی که باید بشه در اطراف سید موسی صدر و عراق و این حرف هاست، ولی چی میخوان و چی میخوان بگن روشن نیست. تا اینکه بالاخره بعد بلنشتیم رفتیم به کاخ جمهوری و نهار رو با حافظ اسد بخوریم. در این نهار من بودم و رفعت اسد و حافظ اسد و احمد اسکندر وزیر اطلاعات. احمد اسکندر تا موقعی که سر نهار نشستیم احمد اسکندر بود، اینا هیچ حرف نزدن. حالا به چه علت این آمد و چرا جلو این حرف نزدن این روشن نشد برای من. بعد از نهار احمد اسکندر به محض این که رفت، گفتن که ما میخوایم با شما صحبت بکنیم، آیا عربی شما کافی است برای این مطلب؟ گفتم که بهتر مترجم داشته باشیم. یه خانمی آوردند و مترجم بود و شروع کردن صحبت کردن، چون دو تا برادرها هیچ زبانی جز عربی بلد نیستن، یه شکسته شکسته اون یکی خورده فرانسه صحبت میکنه. گفتش که ما با رژیم فعلی عراق مخالفیم و این رژیم باید ساقط بشه و این کار حال ازت میتونم بکنم. گفتم که آخه چطوری ما میتونیم با رژیم عراق ساقط بکنید؟ گفتم ما نمیخوایم شما بکنید، ما میکنیم، ولی شما به ما کمک بکنید. شما عوامل در کربلا و نجف دارید، ما میدونیم. شما مسیر از تسلیحاتی دارید، ما راه نداریم به اونا اسلحه به اون کردای شمال عراق برسونیم. به ما اجازه بدید اسلحه بیاریم به خرمشهر، از طریق ایران ببریم به کردستان ایران و از کردستان ایران ببریم به کردستان عراق و بالا توزیع بکنیم. مقارن با آشوب در شمال که نیروهای عراقی رو به شمال جذب میکنه، ما در بغداد کودتا میکنیم. عوامل شما در نجف کربلا رو ما کمک میکنم و ما متقابلا میتونیم برای شما مفید باشیم. این سال 73-74 چه سالی؟ این سال 78 اوایل سال بعد از اتفاقاتی که سال 1975 و بعد از قرارداد الجزیره و بعد از تمام این جریانات. بله بعد از قرارداد ما میتونیم برای شما مفید باشیم. من با حالا منتظر بودم که اینا حرفاشون عبر بزنن. گفتم که خب بفرمایید. گفت شما قسمت اول درخواستم رو گفتم، برای اون شنیدم براتون، من که صلاحیت ندارم به شما بگم که چیه، ولی باید بگم که در الجزیره صدام حسین معاون رئیس جمهور عراق با اعلیحضرت در این مورد کنار اومدن، کردستان و در ادعاهای ما رو شطوله همه رو قبول کردن. بنابراین من فکر نمی کنم که از اون طریق بشه چیزی کرد، ولی خب من نظر خودم میگم، من این نظرات شما رو بردن نه به عرض اعلیحضرت برسونید، اعلیحضرت خودشون میدونن. میدونم ما در زینبیه رو میبندیم، تمام آخوندار رو میکشیم، تمام نوارا رو جمع میکنیم. سید موسی صدر هم اول تابستون در صحنه سیاست لبنان نخواهد بود.
گفتم اجازه بدید یعنی چی در صحنه سیاست لبنان نخواهد بود؟ این خیلی مبهمه. گفت شما همین ورد علازت برسونید علازت، خودشون میدونم من چی میگم. بعد مطلب خیلی مهمه دیگه، برگشتم به لبنان، شب با بریتیش ایروی از دمشق اومدم تهران، آمدم تهران رو و صبح وقت ها همه گرفته شده بود، ولی از طریق رئیس تشکیلات استدعا کردم که فوری شرفیاب بشم، موافقت فرمودم، شرفیاب شدم. بعضشون رسوندم و محضی که به این جوالات اول تا گفتم جریان اصله از طریق خرمشهر بیاد بره بشه، فهمدن نه 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 این مطلب رو به کلی بهشون بگید فراموش کنن، ما مطلب کردستان رو با عراق حل کردیم و نمیخوایم در این مورد دیگه تشدید چیز بشه. بعد رسیدم به جریان سید موسی صدر و آخونده و اینها، فرمودن تا گفتم که سید موسی صدر در صحنه سیاست لبنان نخواهند بود، فرمودن ای میخوام با سید رو بکشن. عرض کردم که چاکه اطلاعی بیشتری ندارم، فرمودن که نه سید میخوام بکش، من میدونم. و بعد یه خود رفتم راجع به زینبی و اینها صحبت شد و این تحریکات اینها، فعلا بسیار خوبشون بگید که ما میتونیم چشمون هم بگذاریم، شما اصلحتون که بیاد ما چشمون هم میگذاریم، ولی ما دخالتی نمی کنیم. یعنی اصلحه بیاد از خورم شهر بره، از خورم شهر بره ما خودمونو به چیز میزنیم، بی اطلاعی میزنیم. بعد برگشتم اونجا و رفتم باز به دمشق و حافظ اصلا چیزی نگفتن، فقط آخر به من اشاره فرمودند که به نحوی این سید احمق خالی کن، این جمله که فرمودند به نحوی به این سید احمق خالی کن. خیلی عواطف انسانی فوق‌العاده بالایی داشتنش، با تمام این مزاحمت هایی که سید فراهم میکرد فرمودن که به نحوی به این سید احمق خالی کن. بعد رایشتم به دمشق و حافظ اسد نبود، حافظ اسد رفت به لازقیه، به رفعت اسد جریان رو گفتم و برگشتم به لبنان. اینا به سرعت یه مقدار اسلحه میفرستند و من اوزام عرض در ایران دیگه آرام نبود، یه حالتی شده بود که کسی به کسی نبود و دستورات زیاد خونده نمی شد، در دستگاه خیانت می شد، به خصوص در ساواک رئیس ساواک عاملی بود که عامل بسیار مضری بود که متاسفانه خریده بودنش و حالا چی خریده بود و چجور خریده بود روشن نبود. بله و بعد متاسفانه از پارتی اول اصلی که در خرمشهر رسید گرفت، باز خرم بله مواد ایرانی گرفت است، توقیف کردن فوری ما خبر دادن از دمشق که آقا چی شد این اصله رو شما قرار بود که چشتون هم بذارید. گفت حتما اشتباه شده، به طور قطع اشتباه شده، عرض فرموده اینو. و مقارن با این احوال هم سید موسی صدر عازم لیبی بود که بنده با رابطی داشت، یعنی یک تاجر شیعه عراقی بود در اونجا که با ما دوست بود و با اونم دوست بود، اغلب ما با سید در منزل این ملاقات میکردیم. به این جعفر آقا پیغام دادم که من میخوام سید رو ببینم. سید دیده بود کف آخونده در تهران سنگین شده و اینا، دیگه حاضر نشد به ملاقات. بعد آمد که بله سید خیلی داشت میخواد شما رو ببینه و فلان اینا، ولی حالا داره میره به لیبی و گفتم همه اتفاقا قبل از رفتن لیبی میخوام ببینمش، مطلبیست که باید بهش بگم. گفت فردا صبح میره. گفتم در اصل بهش بگو مطلب مهمیست که باید بهش بگم. اتفاقا قومخیش شب اینجا عروسی پسر دختر آقای احمدی بود، قومخیش همینجا آقا رو اونجا دیدم، گفتم یادتونه که
گفت بله، میخواستم بهش بگم که جانش در خطره. بعد سید میره به دمشق و داستان به این ترتیب بود که اینها میخواستن سید رو از من ببرن به خاطر خودشون، ولی میخواستن در مقابل این از اعلیحضرت هم یه امتیازی بگیرن که برن در عراق، و الا ما اگر میدادیم و نمیدادیم این کار میکردن. و سوری ها با قدافی قرار گذاشته بودن که قدافی بیاد اونجا و چون نمیخواستن بین علوی ها که اعلام کردن علوی ها شیعند و فلان اینها، و خب حافظ اسد هم علویست، اینها یک حالت اینجوری به وجود بیاد، این کار انداختن گردن قدافی. قدافی هم که در این کارا خیلی زود باور و ساده لوحه و هارت و پورت میکنه و بلافاصله حاضر شده بود که برای عامل امریکاست. و ظاهراً داستان قدافی به این ترتیب بود که قدافی بعد از اونی که در سال 75 نیروهای دین بران نماینده رئیس جمهور آمد در اونجا و موافقت کرد که سوریه وارد لبنان بشه و به اتفاق شیعه ها بزنن فلسطینی ها رو متلاشی بکنن، و یه باندی در بین نیروهای سوری و اسرائیل از قوای سازمان ملل مستقر بشن. سوری ها در این فکر بودن که از طریق سید موسی اونجا یه سازمان عمل رو تقویت بکنن، قویش بکنن، بزرگش بکنن، همون کاری که شرکای فلسطینی تو اون باند میکردن اونها بکنن. به این منظور قدافی 12 میلیون دلار پول میده به سید موسی صدر، تشویرات میدند و پول خرج میکنند و اسلحه و مهمات و وسایل و همون گروه های تروریستی و چریکی فلسطینی رو به نام عمل تشکیل میدن و فلسطینی ها هم داخل اینها به اون صورت میزنن. یکی دو تا عمل کردند که اولین ضربه رو به فرانسوی ها زدن و 11 نفر از نیروهای سازمان ملل که از قوای فرانسوی بود کشتن، از جمله سرهنگ دوم که امریکای ظاهرن از طریق چمران گوش سیدی گرفتن تکون دادن که زیادی جلو نرو. بعد از اون تاریخ دیگه سید موسی هیچ فعالیتی نکرد. حقیقت و فشار آورد، چطور شد؟ و حالا زمینه فراهم نیست. بالاخره اختلاف پیدا شد، سفیر دیبی گفتش که قدافی حساب 12 میلیون دلار رو میخواد. با هم دعواشون میشیم که تو در امور داخلی ما دخالت میکنیم، شما حق نداری هم چه حرفی بزنید، شما پولی دارید ما یک کاری بکنیم، ما چه جوری خرج میکنیم به شما مربوط نیست. اختلافات اینا خیلی وسیع میشه. این از این اختلافات حافظ اسد استفاده میکنه برای انجام هدفی که داشته. قدافی تحریک میکنه که بله این مزاحم، این با امریکایی‌ها در تماس هست و این سر ما کلا گذاشته فلان، من میفرستش اونجا به عنوان این که با تو آشتی بکنه، سرش زیر آب بکن. و میاد اونجا با تشریفات زیاد میبرندش به دمشق و سوار هواپیمای آلیتالیاش میکنن، میفرستنش به ایتالیا و از اونجا به لیبی. نمازدت میخوام فکر کنم اشتباه کنم، با هواپیمای سیریان عرب ایرلاین میفرستنش مستقیما به لیبی. از کجا؟ از دمشق. از دمشق، از این روم. روم بعدن می قرار در مراجعت. اون خیلی با گذرنامه‌ش یه نفر دیگری آمده بود. بعد میره به اونجا و ظاهران همون جلسه اول بعد از این مراسم افتتاح میره در اون مراسم مذهبی مسجد یه چی مؤسسه مذهبی میخواستن افتتاح بکنن، در اون شرکت میکنه، با قدافی ملاقات میکنه، میبرنش با قدافی ملاقات بکنه. بعد قدافی اونجا خیلی ظاهرا بهش چیز میکنه و بعد بیرا میگد و بعدم دستور میده میبرنش در یک سربازخونه 30 کیلومتری جنوب غربی تریپولی اعدام شد. این رو یک دیپلمات لیبی
به سفیر لبنان در سازمان ملل به طور دوستانی گفته که بله سید رو هم روز دوم سوم بردنش اونجا و با قدافی اختلاف پیدا کرد و دستوندن بردن تو اون سربازخونه اعدامش کرد. سید با همراهی دو نفر دیگه رفته بود، اون دو نفر هم میکشن به خاطر اینکه دیگه هیچ اسمی از اینها نباشه که روشن بشه که چیه. بعد با این گذرنامه اینا سه نفر دیگه میان سوار هواپیما آل ایتالیا میشن، میان به روم، میان به روم و در اونجا روشن میشه مطلب، یعنی اینکه تو یه دمیان به استقبال سید موسی صدر، بعد میرن سید موسی صدری نیومد، میرن تو دفاتر فرودگاه میبینن که برای سید موسی صدر آمده ولی اون گذرنامه آمده مهر خورده تو دفترم وارد شده ولی سید موسی صدر نیست. روشن میشه که سید با یه عده دیگر با سید موسی صدر، یه لبنانی دیگری هم میگه که من در چیز رفتم اونجا چند نفر لیبی دیدم توی درجه یک نشسته بودم و روشن میشه البته که سید موسی صدر. الان این داستان سید موسی صدر بود، ولی حالا برگردیم به عقب. سید موسی صدر در لبنان تلاش فراوانی میکنه که این گروه های مخالف رو با هم مرتبطشون. اولین کاری که میکنه سازمان های فلسطینی رو دستش میذاره دست شریعت مداری، یعنی این که به طور غیر مستقیم مجاهدین رو میبردن در اونجا و مجاهدین رو سازمان های فلسطینی باشون کمک میکردن، همکاری میکردن که اینا رو آمادهشون بکنن، ولی پول نداشتن. در نتیجه سید موسی صدر از شریعت مداری درخواست کمک به این منظور میکنه، به این منظور یعنی آگاهی به این پول برای مجاهدین هست. پول برای تربیت به نام مجاهدین، اینا بون به نام داوطلب های رهایی فلسطین بودن تحت این عنوان می اومدن و تحت این عنوان پول گرفتن. اینا مجاهدین بودن، البته مجاهدین بودن، می رفتن این کارو بکنن، تعلیمات نظامی میدن، تعلیمات چریکی میدن تو سازمان های اونها، ولی کن هدفشون این بود که بعد از دو سه ماه که برای اینا کار کردن برمیگشتن میمادن ایران. نه سوال من این نکته، سوال من این است که آیا شریعت مداری آگاهی داشت، حالا اگر مستقیما این نگفتن، که این پول خرج مجاهدین میشه؟ اصلا پول به این نام نمیومد، حالا من عرض میکنم خدمتتون، ولی تا چه حد شریعت مداری اطلاع داشت من نمیدونم. پول گزافی در حدود 5 میلیون دلار از طرف شریعت مداری آمد به نام کمک به شیعیان جنگ زده لبنان، که این بلافاصله بین سازمان های فلسطینی توزیع شد، تقسیم شد، یعنی جز اون پولایی که آخونده می آوردن برای شیعه ها می آوردن اونجا توی اردوگاه شیعه ها می دادن، هیچ کدوم از این پولا صرف کارهای شیعه نشد و اینا صرف تعلیمات مجاهدین و عوامل مخالف می شود. حالا شریعت مداری تا چه حد این مطلب رو می دونسته نمی تونم این رو بگم، ولی اون چی که برای من مسلمه این از چه شریعت مداری می دونسته که این پول که میاد بین فلسطینی ها توزیع می شه صرف فدایان راه آزادی فلسطین می شده، صرف چی می شده، تا چه حد این اطلاع داشته. ولی سید موسی صدر کاملا در جریانه، یعنی رول اصلی در دست سید موسی صدر بود، حتی من می خوام بگم رول اصلی خمینی دست سید موسی صدر بود، یعنی در حقیقت سید موسی صدر مغز متفکر خمینی بود. موقعی که شیعیان رو عراق از عراق بیرون می کردن و می فرستادن به ایران، در زمانی که هنوز بختیار زنده بود، سپه بود بختیار زنده بود و خمینی در عراق بود، سید موسی صدر پیام فرستاد که ما متن پیامش رو گرفتیم به طریق همون منشی بختیار، برای آقای خمینی فرستاد در اونجا که مقامات عراقی بگید این عمل شما نه تنها کمکی به چیز نمی کنه، به کمکی به شیعیان عراق نمی کنه، بلکه این کمک به دولت ایران می کنه که نشون بده که شما نسبت به شیعیان چه ظلمی می کنید و این کار نکنید، اینا رو بیرون نکنید.
شیعیانی که عراق بیرون میکنید، شیعیان بیرون نکنید. و خمینی اون موقع که با اونها ارتباط داشت اونا بگه، یعنی ارتباط اون موقع ارتباطین با خمینی به این ترتیب بود. همطور که عرض کردم این عامل اصلی بود و به خمینی هم مرتب نماینده میفرستاد، ارتباط میگرفت چه در عراق و بعد که موقعی رفت پاریس مرتب قطب‌زاده رو میفرستاد. همونجا بود که قطب‌زاده یه وقت در عراق هم رفته بود با خمینی ملاقات کرده بود، قطب‌زاده رو فرستاد به اونجا. اونجا بود که دست قطب‌زاده و عرض کنم که یزدی و عرض کنم به حضورتون که تمام این گروه های چمران اینها رو اونجا گذاشتن دست آقای خمینی و اینها با هم متحد شدن. یعنی سید عامل برقراری این ارتباط بین این عوامل، عامل اصلی سید بود، عوامل دیگری هم ممکنه بودن ولی عامل اصلی این شخص بود. این بود که تمام قطب‌زاده رو، یعنی قطب‌زاده خب همکار این بود، چمران همکار این بود، این یاسر عرفات با این در تماس داشت، مجاهدین با اون تماس داشتن، اینا رو همه رو گذاشت در اختیار خمینی و از این فرصت هم بازرگان هم استفاده کرد که به طور چیز دیده بود شفه اون طرف سنگین شده رفته اون طرف و جبهه ملی هم رفتن اون طرف دست آخر، که گفتن شاید از این فرصت استفاده بکنن و سید رو بفرستن به امام، رو خمینی رو بفرستن به قوم خودشون رهبری بکنن. پس از اینکه این تماس ها برقرار شد که تا حدودی خیلی بسیار محدود ما از این جریان این متحضر بودیم و تهران هم در جریان میگذاشتیم، ولی اون چی که ما رو یه مرتبه به هوش آورد که اینا فعالیتشون خیلی وسیع تر از اون چیزی که ما در میفهمیم، یک روز بشیر جمایل که اون موقع فرمانده نیروهای نظامی فالانج بود و با ما در ارتباط بود، خیلی هم اعلی حضرت پدرش مرحمت داشتن، پیر جمایل چندی مرتبه هم شرفیاب شده بود و چندی مرتبه هم از ما درخواست اسلحه کردن، دو سه مرتبه هم اسلحه اعلی حضرت موافقت فرمودن که به اینا اسلحه بدن، حتی یه دفعه هیئتی هم از طرف اینا آمدن به تهران. ولی روزای آخری که قرار بود تصمیم نهایی گرفته بشه و به اینا بگیم که اصل کجا و چجوری تحویل داده میشه، تغییر عقیده میدادن. مثلا یه دفعه تا اون آخرین لحظه ما رفتیم که نوع اصله، میزانش، تعدادش، مهمات کجا تحویل بشه، چطوری، تمام مسیر را پیش بینی شده بود. شرفیاب شدن فرمودن که تو فکر نمی کنی که ما اگر یک دونه از این تفنگ ها به دست شیعیان بیفته، نمیگم تنها پادشاه شیعه دنیا به مسیحا پول میده ما رو بزنن، شیعه ها رو بزنن. اصلا قربان مطلب شیعه و مسیحی دیگه اینجا در بین نیست، اینجا مطلب ایدئولوژیه، اینجا مطلب اینست که اگر مسیحی ها در لبنان شکست بخورن و فلسطینی ها و شیعه ها موفق بشن، ما یک کشور دشمن اونجا پیدا میکنیم. از همه نه، این طور هم نیست، ما نمیتونیم با شیعه ها کنیم. برای این هیئت هم برگشتن دو مرتبه به پاریس و حتی اینا پیشنهاد کردن اگه اعلیحضرت مجددن پیشنهاد کردن که اعلیحضرت نگرانی از اصله دارن به ما پول بدن. پولم چون سابقه بدی داشت، دفعه قبل شمعون گرفت و پولا رو خورده بود و جمایل مرد بسیار درست و امینی بود، گفت شما پول این دفعه به ما ندید، شما پول رو به یک حساب خوی نفر عامل خودتون در سوئیس بریزید، ما میریم اسلحه رو میخریم، تحویل به ما تحویل میدن، شما پول به اون تحویل دهنده اسلحه بدید، به ما اصلا دست ما پول نباشه، ما فقط ما خودمون اسلحه رو انجام میخریم، خودمون تفتیل حملش از طریق قبرس میدیم به لبنان. همیشه عوضت موافقت میکردن در مراحل اولی، برای اون آخرین مرحله یک عامل پنهانی، یک چیزی که شاید مشاورین اعلیحضرت بود یا شاید مشاورین خارجیشون بود، هرچه بود، که تغییر عقیده میدادن.
برای اینکه یک دفعه من فرمودند که برو به جوزف اسکاف که وزیر دفاع بود بگو تانک های ما حاضره، ما تمام تانک های سنتورینی میدیم به شما، وسایل و ادوات میدیم به شما، فقط جوزف اسکاف سفیر امریکا رو بیاره، سفیر امریکا بگه اوکی و اینو میدیم به شما، ما موافقت میکنیم اصلی ساخت امریکا رو به شما بدن، ما میدیم، برای اینکه ما تعهد داریم در مقابل امریکا اصلی ساخت امریکا رو به هیچ کس ندیم مگر با موافقت امریکا. اینو جوزف اسکاف بگو که من اونجا استنباطم این بود که اون عاملی که مانع تحویل اصلی میشه اوستی امریکایی باشن قاعدتاً که علازت این عمره کردن، و من این اینم به جوزف اسکاف گفتم، جوزف اسکاف گفتم اشکالی نداره، ولی بعضی چند روز گفته که آقا واقعا اشکال داشت، اینا گفتم ما نمیتونیم، ما صلاحیتی اینو نداریم که به پنتاگون بگیم اصلی اشکالی نداره به ایران، ایران بده به لبنان، ولی خب اگه علازت بخوان کمک بکنم ما اصلی سبک میخوام خودمون تهیه میکنیم، احتیاج به این حرفا نیست، اون که داستان دیگری است. در هر صورت با این ارتباطی که ما با فلانش ها داشتیم، بشیر جمال ما تلفن کرد که آقا ما یک عده ای رو که در کوه در بیت مری ملاقات داشتن به خیال اینکه اینا توطئه علیه ما بکنن ما گرفتیم، بعد فهمیدیم این توطئه علیه شماست، مدارک زیادی به دست آوردیم که چندین چیز چمدون نامه و وسائل و اینا رو ما حاضرین بدیم به شما و اشخاص معتبری توشن. من فورا برایش رفتم اونجا، اسامی رو خوندم، یه واقعا معتبرن، یزدی، کمران، قطبزاده، منتظری، گلپایگانی، شیخ رینگو، پسر این منتظری، پسر گلپایگانی، پسر اینا 9 نفر بود، چون 3-4 نفر دیگه، یکشون هم یه آقای بود که من اسمشم فراموش کردم، اون دفعه هم خدمت تو عرض کردم، معاون بازرگان شد امیر انتظام و اینا تو زندان ما اینا تحویل شما میدیم، منتها ما تحویل شما مستقیم نمیتونه، چون موقع هنوز قدرت حکومتی دست فرانش نبود، گفتن که شما یه هواپیما بفرستید در فرودگاه لخلوق بشینه، ما لخلوق اون یک فرودگاهی است در اون قسمت مرکزی لبنان که نزدیک اون پیست اسکی معروفشونه، بیاد اونجا بشینه و ما اونجا به شما تحویل میدیم. گفتم بسیار خوب، ولی من حالا به تهران میگم، تلگراف زدم و در سفر آخرم در تهران متوجه شدم، بعد قبلا هم توجه کرده بودم که در ساواک خیانت میشه و تلگرافات به موقع به عرض نمیرسه، علازت در بعضی از جریانات نیستن و مسائلی هست که من به ساواک پنهامون منعکس میکردم و ساواک هم به عرض نمیرسوم، علازت هم به اطلاع موندم و وزارت خارجه هم نمیتونستم بگم. در نتیجه وقتی که به این موضوع برخورد کردم، تلگراف با آقای موینیان زدم که یه عده 9 نفری اینا گرفتن، اشخاص سرشناسی هستن و شخصیت های فلان و فلان و اجازه بفرمایید که بیان اینا تحویل بدن به یه هواپیما، بیان اینا ببرید. فورا جواب آمد که یه هواپیما نظامی میاد، 2 موتوری میاد اونجا، اینا تحویل بگیرید و بدید. متاسفانه هواپیما جت 2 موتوری آوردن که نمیتونست لغلق بشینه و ما با چیزا تماس گرفتیم، اونا گفتن اشکال نداره، ما 2 تا کامیون فلانجاری میاریم اسکورت میکنن اینا تو فرودگاه، شما باید تو فرودگاه نظامی بشونید هواپیماتونو و ما چیز میکنیم. حالا هواپیما آمده به علت خرابی اوضاع لبنان رفته عمان نشسته، بیاد اونجا و ما میاریم تو فرودگاه، سوار هواپیما میکنیم، دور بر هواپیماتون هم میگیریم تا هواپیماتون بره رو باند پرواز کنه بره. بسیار بسیار فکر خوبیه. دستوی هواپیما از
عمان بیاد روز بعد به اونجا، به موازات یه تلگرام فستاواک اومد به فرمان مطاع جان مطاع ملوکانه، به علت اینکه این اشخاص فکر اینجا گرفتید دارای گذرنامه های خارجی هستن و برای ما مشکلات سیاسی دیگری به وجود می آورد، از جمله گذرنامه های امریکایی و عرض کنم که سوری و فلان و فلان، از تحویل گرفتن خودداری بکنه، هواپیما خالی برگردونه.